خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام، عرض ادب و احترام، عذرخواهی میکنم بابت جلسه قبل حاضر نبودیم، ببخشین، گرفتاری پیش اومده بود نتونستیم حاضر بشیم، از این بابت ما رو ببخشید. خب درس یک رو جلسه قبل توضیح دادیم خدمتتون و امیدوارم که حالا تو اون مختصات که داشت توضیحات لازم رو که دادیم خدمتتون مشکلی رو نداشته باشین و به هر حال ما برنامه ریزی اینو داریم که حالا یه وقت مدرسه که حضوری شد یه مرور مجدد داشته باشیم و اینجا حضوری حاضر باشین. اگر سوالی دارین تو اون درسایی که تدریس کردیم از نو بپرسین و پاسخ بدین. ولی چون جلسه قبل نبودیم حضور غیاب انجام میشه. حجت گفته که چند وقت دیگه حضوری میشه، حالا دقیقا حجت نمیدونیم ولی فکر میکنم 15 آبان به بعد، نیمی آبان ما به بعد این اتفاق بیفته، البته امیدواریم. چون جلسه قبل نبودیم خدمتتون میخوام درس دو رو شروع کنم و رفع اشکالات انشاءالله بمونه برای وقتی که حاضر هستیم سر کلاس. به هر حال تا پایان ترم اول فکر میکنم یه جلسه دو جلسه حداقلش حضوری بشه که اینجا در خدمتتون باشیم و رفع اشکال براتون داشته باشیم. خب درس دو رو میخوام شروع کنم. بچه ها تو درس یک راجع به اینکه زمین کجا قرار گرفته تو منظومه شمسی زمین همراه با هفت سیاره دیگه به دور خورشید میچرخن و همراه با ستاره خورشید یک منظومه رو تشکیل میدن به نام منظومه شمسی یا خورشیدی. منظومه شمسی یکی از میلیاردها منظومه هست که تو کهکشان راه شیری وجود داره. خود کهکشان راه شیری یکی از هزاران کهکشانی هست که در جهان هستی در گیتی وجود داره. اینقدر جهان هستی ما پهناور و بزرگه. اینم گفتیم که ما در مقابل این جهان هستی هیچ چیزی نیستیم، تنها چیزی که باقی میمونه برای ما اعمال ماست. خب بچه ها نمیدونم حالا فرمایش مونی صداتون گیر داره، اینجا که نتش خوبه، اینجا نتشون ماورهی هست، باید خوب باشه، حالا نت خودتون رو یه بررسی داشته باشین که مشکلی نداشته باشه. عرض به خدمتتون تو درس دو میخواییم راجع به حرکات زمین بخونیم که زمین آیا ثابته تو منظومه شمسی یا حرکت داره. عرض به خدمت شما بچه ها زمین دو نوع حرکت داره، یک حرکت وضعی، دو حرکت انتقالی. همونطور که خودتون میدونین زمین به دور خودش میچرخه، تو هر 24 ساعت یک بار به دور خودش زمین میچرخه و همزمان که به دور خودش زمین میچرخه به دور خورشید هم میچرخه. حرکت زمین به دور خودش، چرخش زمین به دور خودش رو میگن حرکت وضعی و چرخش زمین به دور خورشید رو میگن حرکت انتقالی. حرکت وضعی که زمین به دور خودش میچرخه شب و روز رو به وجود میاره، باعث ایجاد شب و روز میشه. حرکت انتقالی زمین یعنی که زمین به دور خورشید میچرخه فصلها رو به وجود میاره و یک سال رو طی میشه. یعنی یک سال لازمه که زمین به دور خورشید بچرخه، فصلها ایجاد میشه، زمین هم که به دور خودش میچرخه شب و روز رو ایجاد میکنه و این دلیل یکی از عرض به خدمتتون مواردی است که در نتیجه حرکت وضعی زمین ایجاد میشه، یعنی شب و روز. یکی از بچه‌ها میخوام که میکروفونشو باز بکنه، البته این اجازه رو من بهش میدم، از رو درس میخوام بخونه. لطفاً یکی از بچه‌هایی باشه که بتونه روون بخونه. اینو حالا من نمیشناسمتون دقیقاً، یکی از بچه‌هایی باشه که بتونه روون بخونه و همزمان با خوندن شما درس رو هم توضیح بدم خدمتتون. آقا مهدی صفحه نو کتابو داریم توضیح میدیم. درس دو اون بالا نوشته درس دو حرکات زمین. یکی از بچه‌ها رو میخوام که بخونه. یه لحظه
خودم. خب آقای مایبی زودتر گفته بود اگر اجازه میدین امیر محمد رو فعال کنم میکروفونشو. اجازه شو به دادم امیر محمد. چرا محمد رضا درس یک رو توضیح دادم خدمتون، یه فعالیت مونده، اون فعالیت انشالله میگیم خدمتون، تو گروه واتساپ براتون میفرستم، هم سوالاتش رو هم جواب فعالیت رو تو گروه واتساپ براتون میفرستم. چون جلسه قبل نبودیم میخوام درس دو رو شروع کنم. امیر محمد مایبی فعال کردم برات، اجازه شو برات فعال کردم. خب الان نمیدونم یکی دیگه از بچه ها رو سریع انتخاب بکنیم. آقای مهامشی اینو فعال میکنم برات میکروفون، اجازه شو فعال کردم، رو تان روشن کن، درس دو رو بیار همایون جان. صدای ما داری همایون؟ بله صداتون رو دارم، صدا من میاد؟ بله خوبه. درس دو رو لطفا بخون و همزمان جایی که میگم صبر کن صبر بکن که توضیحات درس دو حین خوندن رو بگم خدمتون. پس بچه ها زمین دو نوع حرکت داره، حرکت وضعی، حرکت انتقالی. حرکت وضعی یعنی زمین به دور خودش میچرخه، شب و روز ایجاد میشه. حرکت انتقالی یعنی زمین به دور خورشید میچرخه و باعث ایجاد فصل ها میشه. حرکت وضعی 24 ساعت زمان لازم داره که زمین یه دور کامل به دور خودش بچرخه. حرکت انتقالی یعنی حرکت زمین به دور خورشید یک سال زمان لازم داره، یعنی 365 روز و 6 ساعت. همایون درس دو صفحه 9 شروع کن بخوندن. درس دو حرکات زمین. به ساعت نگاه کنید و بگویید ساعت چند است. خب بعد شما آفتاب چند؟ بخون ایرادی نداره. از طلوع آفتاب چند ساعت گذشته است؟ تا ظهر چقدر باقی مانده است؟ آیا می دانی در حالی که در فصل تابستان ساعت 11 صبح مردم کشور ما مشغول فعالیت های روزانه هستند، در مالزی هنگام بعد از ظهر است و مردم در حال دست کشیدن از کار و رفتن به سوی خانه هایشان هستند و در مکسیکو سیتی نیمه شب است و مردم در حال استراحت شبانه هستند. بله ما با نگاه کردن به ساعت به راحتی از زمانی که در آن به سر میبریم آگاه میشویم. اما موضوع تعیین ساعت به این سادگی نیست. آیا میدانید چرا مکانهای مختلف سیاره زمین با یکدیگر اختلاف زمانی یا اختلاف ساعت دارند؟ خب بچه ها وایسا همایون وایسا، بالای تصویر اینجا یه چند تا ساعت رو آورده، این پیشخان بعضی از هتل ها رو نشون داده. بچه ها پیشخان بعضی از هتل ها اگر رفته باشین چند تا ساعت اونجا نصب شده و بعضی از شهرهای مهم دنیا رو ساعت به وقت اونجا تنظیم شده و اونجا تو پیشخان هتل نصب شده. اینجا به عنوان مثال ساعت به وقت کوالالامپور هست، بعدیش به وقت تهرانه، یکی دیگه به وقت مسکوه و یکی بعدی هم به وقت کاراکاس هست. خب همونطور که میبینید ساعت یکسان نیست. چهار تا شهر رو آورده، چهار تا پایتخت رو آورده، ساعت هم یکسان نیست. این چهار تا شهر هر کدوم یک ساعت مشخص رو دارن نشون میدن. بچه ها ساعت در سراسر کره زمین یکسان نیست. وقتی که ما اگر فوتبالی باشین فوتبال تماشا بکنین، ساعت 10:30 شب، ساعت 11 شب داریم فوتبال میبینیم. وقتی که فوتبال شروع میشه، حالا انگلستان، فرانسه یا اسپانیا باشه، 11 شب هست. اینجا ایران 11 شبه ولی اونجا تازه دم غروبه، تازه عصرشونه، هنوز آفتاب غروب نکرده. یا وقتی که ما اینجا صبح هست، ساعت 10:30 صبح و ما داریم کارهای روزانه‌مون رو انجام میدیم، آمریکا شبه، مردم دارن استراحت میکنن، یا کشور مکزیک.
اونجا شب مردم دارن استراحت میکنن، ولی شرق آسیا مثل کشور ژاپن، مالزی یا کره اونجا عصر دیگه، هوا داره تاریک میشه، هوا داره رو به تاریکی میره و آفتاب داره غروب میکنه. اینا دلیل داره که چرا سراسر کره زمین زمان یکسان نیست. یه جایی تازه هوا روشن شده، یه جایی داره هوا تاریک میشه، یه جایی دیگه وسط روزه. این دلیل داره که ما میخواییم دلیلش رو بخونیم که چرا همچین وضعیتی داره سراسر کره زمین. دلیلش حرکت وضعی کره زمین هست، یعنی چرخش زمین به دور خورشید. عذر میخوام، چرخش زمین به دور خودش، حرکت وضعی یعنی چرخش زمین به دور خودش. دلیلش اینه که ما اختلاف ساعت داریم و ما بعضی از جاهای کره زمین روزه، بعضی جاها شبه، بعضی از جاها هم وسط روز است. دلیلش میشه حرکت وضعی زمین، یعنی حرکت زمین به دور خودش. هر حرکت زمین به دور خودش هم بچه ها 24 ساعت زمان لازم داره که تا زمین یه دور کامل به دور خودش بچرخه. خب حرکت وضعی رو همایون بخون. الف، حرکت وضعی زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور محور خود میچرخد که به آن حرکت وضعی میگویند. زمین روشنایی خود را از نور خورشید میگیرد، اما نور خورشید در زمان معین فقط نیمی از زمین را روشن میکند. بچه‌ها خورشید در یک وقت خاص، در یک زمان خاص فقط نیمی از کره زمین رو روشن میکنه، نیمی دیگه از کره زمین خاموشه و تاریکه. همونطور که تو تصویر میبینید نیمی از کره زمین اینجا داره آفتاب میتابه، نور خورشید داره میتابه، نیمی از کره زمین که اینجا باشه روشنه، نیمی دیگه از کره زمین تاریکه. بچه ها زمین که یک صفحه صاف نیست که دقیقاً روبروی خورشید قرار بگیره کلن این صفحه روشن باشه. زمین به صورت کره‌ای شکله، زمین هم داره به دور خورشید میچرخه. وقتی که شکل زمین به صورت کره‌ای باشه و به دور خورشید بچرخه، اون قسمتی که روبروی خورشیده میشه روز، اون قسمتی که پشت به خورشید هست میشه شب. زمین همینطور به دور خودش میچرخه، همزمان که داره میچرخه اون قسمتی که روبروی خورشید قرار میگیره میشه روز، اون قسمتی که پشت به خورشید هست میشه شب. پس دلیلش اینه که زمین داره به دور خودش میچرخه و شکل زمینم کروی شکل هست. این میشه جواب اون چرا. خب ادامش رو بخون. نیمی از زمین که روبه خورشیدت روز و روشن و نیمی دیگر شب و تاریک است. اگر زمین به دور خود نمیچرخید چه اتفاقی میافتاد؟ بچه ها اگر زمین به دور خورشید نمیچرخید چه اتفاقی؟ یه لحظه بایستین. اگر زمین به دور خود نمیچرخید چه اتفاقی میافتاد؟ بچه ها یه لحظه تلفن رو جواب بدم، عذرخواهی میکنم. ببخش. الو. بله سلام. میام تا این نیم ساعتی میام. عذرخواهی میکنم. سوال کردی که اگر زمین به دور خود نمیچرخید چه اتفاقی نمیافتاد. این پایین بچه ها تایپ کنید، میخوام ببینم. آره علیرضا داره درست میگه، همیشه نیمی از زمین روشن و روز بود، نیمی دیگه از زمین شب و تاریک بود. پس باید زمین به دور خودش بچرخه تا تو یک شبانه روز نیمی از زمین روشن باشه، نیمی دیگه تاریک، بعدش جاشونو با هم دیگه عوض بکنن. اون قسمتی که پشت به خورشید بوده بیاد روبروی خورشید، اون قسمتی هم که روبروی خورشید بوده بره به پشت به خورشید که شب و روز ایجاد بشه. اگر زمین به دور خودش نمیچرخید شب و روز ایجاد نمیشد، همیشه نیمی از زمین روشن بود، نیمی دیگه تاریک. همایون ادامشو بخون. ما هر روز در آسمان خورشید را میبینیم که از مشرق طلوع میکنند. هنگام ظهر خورشید تقریبا بالای سر ماست و هنگام عصر رفته رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب میکنند. اما این جابجایی یا حرکت خورشید در آسمان حرکت ظاهری است. در واقع خورشید جابجا نمیشود، بلکه زمین میچرخد
و نقاط مختلف کره زمین پی در پی در مقابل خورشید قرار میگیرن. خب های سامایون بچه ها صبح که از خواب بیدار میشین میخواییم ببینید آفتاب طلوع کرده، آفتاب زده، به زبون خودمونی آفتاب زده یا نه، به سمت بالا نگاه میکنید، به سمت اون بالا هست، بالای شهر برازجون، سمت کوها، سمت کوی گیسکون نگاه میکنید ببینید آفتاب در اومده یا نه، آفتاب زده یا نه. وقت ظهرم آفتاب دقیقا الان که حدود ساعت 1:20 هست، آفتاب دقیقا بالای سرمونه و وقتی هم که آفتاب میخواد غروب بکنه سمت پایین شهر برازجون رو نگاه میکنیم که آفتاب اون سمت غروب میکنه. به چشم ما خورشید داره حرکت میکنه، از سمت کوه طلوع میکنه، حرکت میکنه میاد بالای سرمون، سمت پایین برازجون هم غروب میکنه. به یه نحوی میتونیم بگیم سمت دریای خلیج، سمت بوشهر هم غروب میکنه. اینو با چشم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خورشید داره حرکت میکنه، ولی بچه ها در واقع اینطور نیست، خورشید حرکت نمیکنه، خورشید ثابته. چیزی که داره حرکت میکنه زمینه که به دور خودش داره میچرخه. این چرخش زمین به دور خودش باعث میشه که ما ببینیم خورشید داره حرکت میکنه، به نظرمون میاد که خورشید داره حرکت میکنه، ولی در واقع اینطور نیست، خورشید ثابته و زمین داره به دور خودش میچرخه. این چرخش زمین به دور خودش باعث میشه که یه قسمتهایی از زمین که روبروی خورشیده روز باشه، کم کم حرکت بکنه این چرخش زمین به دور خودش و باعث بشه که اون قسمت از زمین آفتاب غروب بکنه و شب فرا برسه. پس دلیلش اینه که زمین به دور خودش میچرخه و ما فکر میکنیم که خورشید داره حرکت میکنه، در صورتی که خورشید حرکت نمیکنه و خورشید ثابته. این توضیح رو که داد میشه حرکت ظاهری خورشید. سوالات رو بچه‌ها تو کتابم آماده هست، اینجا سوالات تو کتابم، اینجا اگر تصویر رو بیارم نزدیکتر، سوالات آماده هست، اینو انشالله با کیفیت ازش عکس میگیرم تو گروه واتساپ، هم درس یک هم درس دو سوالاتش رو براتون ارسال میکنم، از این بابت نگرانی نداشته باش. خب صفحه 10 کتاب رو همایون بخون بالا. با توجه به تصویر روبرو مردم هند طلوع خورشید را زودتر میبینند یا مردم ایران؟ بچه ها هنگام یه وایسا سوال پرسیده همایون، صفحه 10 رو میخواییم بخونیم، صفحه 10 رو الان میخواد بخونه. بچه ها این تصویر بالا رو نگاه کنید، کشور هند اینجا هست، بعدش ایران، اینجا هم عربستانه، یعنی هند میشه شرق، ایران یه خورده این طرفتر غربتر از هنده، بعد از ایران عربستانه. اگر به ترتیب از شرق بخوایم به غرب بگیم، اول هنده، بعدش ایرانه، بعدش عربستانه. گفته که مردم کدوم کشور خورشید رو زودتر میبینن، طلوع خورشید رو زودتر میبینن. گفتیم که خورشید بچه ها ثابته، زمین داره به دور خودش میچرخه. زمین از چه سمتی به چه سمتی میچرخه؟ بچه ها زمین از غرب به شرق میچرخه. اینجا پایین نوشته، پایین تصویر نوشته زمین از غرب به شرق میچرخه، یعنی اول شرق میره سمت خورشید، قسمت شرق زمین خورشیدو میبینه، بعدش قسمت غرب زمین خورشیدو میبینه. توضیح هم دادیم چه قسمتی از زمین رو میگیم شرق، چه قسمتی از زمین رو میگیم غرب. سمت راست نصف نهار مبدأ یا گرینویچ رو میگیم شرق، سمت چپش رو میگیم غرب. پس بچه ها هر چقدر کشورها به سمت شرق باشن، اونجا آفتاب زودتر طلوع میکنه، زودتر آفتاب رو میبینن، زودتر خورشید رو میبینن. هر چقدر کشورها به سمت غرب باشن، آفتاب رو دیرتر میبینن نسبت به کشورهای شرق زمین. خب با توجه به توضیحی که دادم خدمتتون، کدوم کشور، هند، ایران یا عربستان، کدومش زودتر طلوع آفتاب رو میبینن؟ هند. درست دارین میگین، پس مردم کشور هند آفتاب رو زودتر میبینن، طلوع آفتاب رو زودتر میبینن، چرا که هند شرق قرار گرفته. کشور هند نسبت به کشور ایران در شرقتر قرار گرفته، قسمت شرقی تر ایران هست کشور هند. خب سوال بعد رو بخون امیر محمد.
عذرخواهی میکنم آقا همایون. گفتم امیر محمد همایون بخونه. هنگام ظهر در ایران زودتر فرا میرسد، زودتر فرا میرسد یا در عربستان؟ خب بچه‌ها وقتی که یک کشوری، مردم یک کشوری طلوع خورشید رو زودتر ببینن، پس در نتیجه ظهر هم زودتر فرا میرسه، غروب و آفتاب هم زودتر فرا میرسه. حالا گفته که مردم ایران ظهر اونجا زودتر فرا میرسه، تو کشور ایران ظهر زودتر فرا میرسه یا تو کشور عربستان؟ خب ایران شرقتره یا عربستان؟ خب معلومه ایران شرقتر از عربستان هست، پس طلوع آفتاب رو ما تو ایران زودتر میبینیم تا تو کشور عربستان. وقتی که طلوع آفتاب تو ایران زودتر ببینیم، پس در نتیجه ظهر هم زودتر فرا میرسه تو کشور ایران. پس جواب سوال میشه ایران، زیرا زمان طلوع در ایران زودتر اتفاق میافتد و ایران هم در شرق، در قسمت شرقی عربستان قرار گرفته. اینا رو نوشتم براتون، اگر تصویر اینجا واضح باشه اینا رو جوابش رو نوشتم براتون، از کتاب عکس میگیرم تو گروه واتساپ براتون میفرستم. نه آقا وجد، فقط الان گوش بگیرید، درس رو یاد بگیرید، جواب سوالات رو همش عکس ازش میگیرم از کتاب تو گروه واتساپ براتون میفرستم. خب آیه 12 سوره نل رو بخون همایون. و خداوند شب و روز و خورشید و ماه را در خدمت شما قرار داد و ستارگان در فرمان خداوند هستند. در همه این امور نشانه هایی برای اهل فکر و عقل وجود دارد. خب بچه ها آیه 12 سوره نل میفرماید که خداوند در آیه 12 سوره نل میفرماید که ما شب و روز رو قرار دادیم براتون، خورشید رو خلق کردیم، همینطور ستارگان و ماه رو، همه اینا رو در خدمت شما آدم ها قرار دادیم و اینا به فرمان خداوند دارن میچرخن، در حرکتن، کل اون سیاره ها به فرمان خداوند به دور خورشید میچرخن، به فرمان خداونده که این شب و روز فرا میرسه و به فرمان خداونده که زمین به دور خورشید میچرخه و فصل ها ایجاد میشه. همین اینا نشانه هایی از قدرت پروردگاره، البته برای آدمایی که عاقل باشن و در این امور تفکر داشته باشن. کل جهان هستی نشان از قدرت خداونده. خب میخوایم راجع به اختلاف زمان در مناطق مختلف زمین بخونیم. اول صحبت گفتیم ایران الان ظهره، مالزی، ژاپن، کره الان تقریبا غروبه، دیگه بعد از ظهرشون داره تموم میشه، رو به غروب آفتاب داره میرن. کشور آمریکا، کانادا، مکزیک، همینطور آرژانتین، برزیل الان نیمه شبه اونا هست، الان نیمه شبشونه و تقریبا ساعت فکر کنم 12 شب باشه اونجا و وقتی که ما میریم رو به شب اونا میرن رو به صبح، صبح اونا فرا میرسه. تقریبا یه اختلاف ساعتی 12 ما داریم، 12 ساعت اختلاف داریم با کشورهای قاری آمریکا. خب این اختلاف ساعت چرا ایجاد شده؟ چرا همچین اختلاف ساعتی را ما داریم؟ میخوایم راجع به این اختلاف زمانی در مناطق مختلف کره زمین بخونیم. دلیلش رو گفتیم، چون زمین داره به دور خودش میچرخه، همزمان که داره به دور خورشید میچرخه به دور خودش هم میچرخه. این حرکت وضعی زمین، این حرکت زمین به دور خودش باعث میشه که شب و روز ایجاد بشه و اختلاف ساعت داشته باشیم. خب راجع به این اختلاف ساعت میخوایم بخونیم و چطور ما میتونیم یه ساعت رسمی داشته باشیم، یه ساعت یکسان داشته باشیم در کشورهای مختلف کره زمین. اینو بخون همایون. اختلاف زمان در مناطق مختلف زمین، نتیجه حرکت وضعی زمین، پدید آمدن شب و روز و اختلاف ساعت است. بچه ها گفتیم حرکت وضعی زمین یعنی زمین به دور خودش میچرخه، نتیجه این عمل میشه ایجاد شب و روز و اختلاف ساعت در سراسر کره زمین. ادامش. وقتی نیمه ای از زمین در مقابل خورشید قرار میگیرد، ساکنان تمام نقاطی که روی یک نصف النهار قرار دارند در یک زمان خورشید را در آسمان مشاهده میکنند. وقتی خورشید درست روی نصف النهار مبدا قرار میگیرد، در همه شهرهایی که روی این نصف النهار از شمال اروپا تا جنوب آفریقا قرار گرفتند، هنگام ظهر است. در همین حال مردم کشورهای در شرق گرینویچ قرار دارند.
خورشید را زودتر دیدن و بنابراین از ظهرشان گذشته است. به عکس در کشورهایی که در غرب نصف نهار گرینویچ قرار دارند چند ساعت به ظهر ماندند. بدین ترتیب زمان طلوع و غروب خورشید نیز در کشورهای مختلف جهان یکسان نبوده و زمان برخی عبادات مانند نماز در آنها متفاوت خواهد بود. یه لحظه وایسا کرون رو بیارم اینجا ببخش. خب بچه ها این کره زمین کره جغرافیایی البته کره جغرافیایی هست. جلسه قبل براتون توضیح دادیم که سراسر کره زمین یه خطوط فرضی هست که نیم دایره، یه خطوط نیم دایره به صورت فرضی هست که از بالا خود به شمال. میکروفونم رو وصل کنم. یه خطوط نیم دایره‌ای، یه خطوط به صورت نیم دایره‌ای فرضی است که از بالا تا پایین، یعنی از قطب شمال تا پایین قطب جنوب رسم شده. این خطوط به صورت فرضیه، همونطور که می‌بینید از بالا تا پایین رسم شده. بچه‌ها هر خط نیم دایره‌ای که از بالا تا پایین رسم شده رو میگن نصف نهار، که نصف نهار مبدأ از رصدخانه گرینویچ در شهر لندن عبور می‌کنه. این هاش، این نصف نهار مبدأ هست. این خط تیره رنگ نصف نهار مبدأ هست که از عرض به خدمتون رصدخانه گرینویچ در شهر لندن عبور میکنه. و همینطور دور دادار کره زمین رو همونطور که مشاهده میکنید خطوط فرضی از بالا تا پایین رسم شده. بچه ها همینطور که زمین داره به دور خودش میچرخه، این زمین به دور خودش میچرخه، وقتی که زمین به دور خودش میچرخه یک نصف نهار دقیقاً روبروی خورشید قرار میگیره. یک نصف نهار دقیقاً یاد اینطور روبروی خورشید قرار میگیره. به عنوان مثال این نصف نهار دقیقاً یاد روبروی خورشید قرار میگیره. حالا هر شهری، هر کشوری از این بالا تا این پایین روی اون نصف نهاره هست و روبروی خورشید قرار گرفته، زمانش یکسانه. وقتی که زمین از غرب به شرق همینطور داره میچرخه، از غرب به شرق میچرخه، میره سراغ نصف نهار بعدی. نصف نهار بعدی میاد روبروی خورشید قرار میگیره. از بالا تا پایین هر شهری، هر کشوری که روی اون نصف نهاره قرار داره و روبروی خورشید قرار گرفته، زمانش میشه با هم برابره. زمانشون یا ظهر یا ساعت یک یا ساعت دو، دقیقا زمانشون با هم دیگه برابر میشه. خب پس یاد گرفتیم که این اختلاف ساعت، این اختلاف زمان چطور ایجاد میشه. کل زمین نصف نهار داریم، از بالا تا پایین این نصف نهارها رسم شدن. زمین که به دور خودش میچرخه یک نصف نهار از بالا تا پایین، هر شهر، هر کشوری که روی اون نصف نهار قرار گرفته و روبروی خورشید قرار میگیره، زمان در اونجا با هم دیگه برابره. همینطور که زمین از غرب به شرق به دور خودش میچرخه، میریم سراغ نصف نهار بعدی. اون نصف نهار بعدی میره یه خورده جلوتر، نصف نهار بعدی میاد روبروی خورشید قرار میگیره. هر شهر و کشوری از بالا تا پایین روی اون نصف نهار قرار گرفته و روبروی خورشید قرار میگیره، زمان در اونجا با هم دیگه برابر. خب ادامهش رو بخون. ساعت واقعی، ساعت رسمی. یه لحظه وای سامایون، دیگه از بچه‌ها سوال پرسیده، میگن دیگه برگرده همه چی میسوزه. چی برگرده بچه‌ها؟ این سوالو ببینم. خب کجاش گرم‌تره؟ خب بچه‌ها این که میفرمایش میگن کجاش گرم‌تره، اینو میریم تو درس‌های بعدی میخونیم که از اون بالا تا این پایین اون شهرها و کشورهایی که روی یک نصف نهار قرار گرفتن و همزمان روبروی خورشید قرار میگیرن، اینو میریم تو درس‌های بعدی میخونیم. چند دلیل داره، الان دقیقاً نمیتونیم بگیم چه کدوم شهرش، میتونیم بگیم ها، ولی چون هنوز درسمون فرا نرسیده بذاریم میریم درس‌های آینده میگیم که کل اون شهرهایی که از بالا تا پایین روی یک نصف نهار قرار گرفتن و همزمان روبروی خورشید قرار میگیرن کدومش گرم‌تره. اینا یه دلایل خاصی داره، چند دلیل
نه یک دلیل، چندین دلیل داره. اینو تو درس‌های آینده انشالله میخونی. خب ادامهش رو بخون آقایون. آنچه گفته شد زمان واقعی در مکانهای مختلف بود که مبنای آن موقعیت خورشید در آسمان است، اما در زندگی روزانه نمیتوان از ساعت واقعی استفاده کرد. تصور کنید حتی دو شهر مجاور در یک کشور که روی یک نصف النهار قرار ندارند ساعت‌های مختلفی دارند. بنابراین در تعیین قرارهای ملاقات زمان بازوبسته شدن اداره ها و مغازه ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیما مشکلات زیاد به وجود می آید. خب همایون وایسا بچه ها، ملاک ما برای تشخیص زمان واقعی مبنامون چیه؟ مبنا و ملاکمون موقعیت قرار گرفتن خورشید تو آسمونه. اگر خورشید پشت سر ما باشه، سمت بالای کوه باشه، اون موقع رو که نمیتونیم بگیم 12 ظهر، تازه خورشید اومده بالا، تازه طلوع کرده، میتونیم بگیم ساعت 6:30 صبح، ساعت 7 صبح یا 6 صبح. وقتی که خورشید بالای سر ماست نمیتونیم بگیم که ساعت 7 بعد از ظهر، نه، میتونیم بگیم که ساعت 12 ظهر، 1 ظهر. وقتی که خورشید پایین و برازجون داره میره پایین، سرخ شده رنگش، آفتاب سرخ رنگ شده، خورشید داره میره پایین، نمیتونیم بگیم که مثلا ساعت 10 صبح، نه، اون موقع ساعت هست حدود مثلا 6 عصر دیگه داره آفتاب غروب میکنه. پس مبنای این که ما بگیم زمان واقعی کیه، مبنای بیان ما برای زمان واقعی موقعیت قرار گرفتن خورشید در آسمونه. این یه سوال هست، سوالشو نوشتم، بازم تاکید میکنم تو گروه واتساپ براتون میفرستم. پس مبنای محاسبه زمان واقعی موقعیت قرار گرفتن خورشید در آسمون هست. خب بچه ها، ما نمیتونیم تو زندگی روزمرهمون از زمان واقعی استفاده بکنیم. نگاه، اگر رفته باشین مشهد مسافرت رفته باشین، یا مثلا غرب ایران سمت تبریز مسافرت رفته باشین، حالا یا شرق ایران یا غرب ایران، یکی از این دو قسمت رو میخوام بگم. اگر سمت شرق ایران مسافرت رفته باشین، مثلا شهر مشهد، اونا حول و حوش ساعت 4:55 همکنونا تو میرما رو دارم میگم، حولوش ساعت 4:55 غروب آفتابشونه و اون موقع دیگه زمان نماز مغرب و عشاشون میشه، ولی تازه اون موقع برازجون عصره. چرا؟ چون مشهد تو شرق ایران قرار گرفته و خورشید رو زودتر میبینه، پس در نتیجه زورم زودتر فرا میرسه، زورم که زودتر فرا برسه تو مشهد، غروب آفتابم پس در نتیجه زودتره. اونا خیلی زودتر خورشیدو نسبت به ما برازجونیا میبینن، آدمای مشهد زودتر از ما خورشید تو آسمون میبینن، طلوع آفتاب اونجا زودتره، زورم زودتره، غروب آفتابم زودتره. حالا ما نسبت به مردم تبریز، ما برازجونیا نسبت به مردم تبریز آفتاب زودتر میبینید، زور زودتر تو برازجون اتفاق میفته، نسبت به تبریز رو دارم میگم، و همینطور غروب آفتاب هم نسبت به تبریز تو برازجون زودتر اتفاق میفته. چرا؟ چون مشهد شرقتر از برازجون قرار گرفته و برازجون شرقتر از تبریز قرار گرفته. همونطور که متوجه شدین، این زمان واقعی تو یک کشور کاملا با هم دیگه متفاوته. حتی شهر برازجون و بوشهر یک ساعت که دیگه اختلاف زمانی بیشتر ندارن، برازجون تا بوشهر 1 ساعت اختلاف زمانی داره، ولی با این وجود ساعت واقعی تو برازجون و بوشهر هم با هم دیگه تفاوت داره، حدود 10 دقیقه 5 دقیقه ساعت واقعی تو برازجون با بوشهر تفاوت داره. ما برازجونیا از اون صبحمون، طلوع آفتابمون و همینطور هنگام ظهر و غروب آفتابمون نسبت به بوشهریا زودتره، چرا که برازجون شرقتر از بوشهر قرار گرفته و آفتاب رو، طلوع آفتاب رو، هنگام ظهر رو و غروب آفتاب رو زودتر میبینه. پس حتی دو تا شهر مجاور که 1 ساعت اختلاف دارن با هم دیگه، با ماشین 1 ساعت 60 کیلومتر بیشتر اختلاف که نداره برازجون تا بوشهر، حتی دو تا شهر مجاور هم زمان واقعیشون با هم دیگه
تفاوت داره. بچه‌ها ما نمیتونیم توی یک کشور از زمان واقعی استفاده بکنیم. دلیلش رو الان می‌خوایم بخونیم که چرا نمیتونیم توی یک کشور از زمان واقعی استفاده بکنیم. اگر ما بخوایم از زمان واقعی توی یک کشور استفاده بکنیم، ساعت شروع کلاس‌ها کاملاً با هم دیگه تفاوت داره، ساعت حرکت قطارها، ساعت شروع به کار ادارات، ساعت حرکت هواپیماها و ساعت شروع فوتبال، بازی فوتبال، اصلا همه اینا با هم دیگه تفاوت داره. حتی داخل دو تا شهر نزدیک به هم، چه برسه مثلا تبریز با مشهد که دیگه خیلی با هم دیگه اختلاف دارن، یکیش خیلی شرقه یکیش خیلی غربه. پس داخل یک کشور ما نمیتونیم از ساعت واقعی استفاده بکنیم. به خاطر همین اومدن ساعت رسمی رو ایجاد کردن. ساعت رسمی چیه؟ میخوایم بخونیم که ساعت رسمی چیه؟ اما آیم بخون. در قرن 19 کشورها در یک اجلاس بین المللی توافق کردن که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنن و به این ترتیب زمان رسمی به وجود آمد. آره، دلیلش این بوده که کشورها توی اجلاس بین المللی شرکت کرده بودن، گفتن که آقا زمان واقعی خیلی بده، اصلا ناهماهنگی ایجاد میشه، بی برنامگی ایجاد میشه و بیایم به جای زمان واقعی از یه زمان دیگه استفاده بکنیم که اونم زمان یا ساعت رسمیه. علیرضا یه خورده درس عقب، 20 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه بیشتر زمان نداریم، بذارین درس رو تموم کنیم، بعدش آخر ساعت هر سوالی رو داشتیم جواب میدیم خدمتتون. خب حجت، تو هم اگر امکانش هست سوالتو بذار آخر ساعت، حتما جواب میدم انشالله. خب ساعت رسمی رو بخون. ساعت رسمی کره زمین برای آن که یک دور یا 360 درجه به دور خود بچرخد 24 ساعت وقت لازم دارد. پس اگر 360 درجه محیط کره زمین را به 24 قاچ تقسیم کنیم، هر یک از قاچ ها 15 درجه پهنا دارد. خب وایسا، اینجا وایسا بچه ها، کره زمین یا یه توپ فوتبال، یا کره زمین، کره زمین هم مثل یه توپ فوتبال دیگه، گرده، کره هست. تو درس ریاضی خوندین محیط کره چنده؟ حالا یا کره کوچیک یا کره بزرگ، هیچ فرقی نمیکنه، مهم اینه که شکلش کره است. محیط کره چند درجه است بچه ها؟ 360 درجه. یا کره کوچیک یا کره بزرگ. کره زمین به اون عظمت، به اون بزرگی، یا این ماکتش، یا این کره جغرافیایی، یا توپ فوتبال، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. حتی توپ پینگ پونگ، همه اینا محیطشون میشه 360 درجه، هیچ تفاوتی نداره، چه بزرگ چه کوچیک، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. پس کره زمین محیطش میشه چقدر؟ 360 درجه. 24 ساعت هم بچه‌ها زمان لازمه که کره زمین یه دور به دور خودش بچرخه. محیطش میشه 360 درجه، 24 ساعت زمان لازمه که زمین یه دور کامل به دور خودش بچرخه. اگر 360 رو تقسیم بر 24 بکنیم، 360 رو تقسیم بر 24 بکنیم میشه، عرض به خدمتتون، 15 میشه 15 قسمت یا 15 قاچ. پس 15 به دست میاد جواب تقسیم 360 تقسیم بر 24، جوابش 15 قسمت یا 15 قاچ. به طور حالا محاسباتی که انجام دادن، اومدن این 15 قاچی رو که به دست میاد، 15 قاچ 24 تا 15 تا قاچ میشه. این 15 تا رو یه ساعت رسمی براش در نظر گرفتن، گفتن ساعت هایی که اون 15 قسمتی که با هم دیگه کنار هم قرار می گرفتن، اون 15 قاچی که با هم کنار هم قرار می گیرن، ما یه ساعت رسمی براشون تعریف بکنیم. یک بار دیگه توضیح میدم، محیط کره زمین 360 درجه هست، 24 ساعت زمان لازمه که تا زمین یه دور کامل به دور خودش بچرخه. اگر 360 رو تقسیم بر 24 بکنیم میشه 15، یعنی 15 قسمت از اون 360 قسمت کنار همدیگه قرار میگیرن داخل یک ساعت. 15 قسمت از اون 360 قسمت با همدیگه کنار همدیگه قرار میگیرن داخل یک ساعت. پس چون کل کره زمین
24 ساعت لازمه که تا یه دور کامل به دور خودش بچرخه. اون 15 قسمت از 360 قسمتی که کنار همدیگه داخل یک ساعت قرار میگیرن رو میگن این 15 قسمت زمانشون با همدیگه برابره و یک ساعت رسمی دارن. پس تعریف ساعت رسمی شد این. طریقی به دست آوردن ساعت رسمی به این شکله که 360 درجه رو تقسیم بر 24 کردن، 360 میشه محیط کره، 24 ساعت زمان لازمه که زمین یه دور کامل به دور خودش بچرخه، تقسیمش میشه 15. پس 15 قسمت از اون 360 قسمت کنار همدیگه قرار میگیره و یک ساعت رسمی براش در نظر میگیرن. به این میگن ساعت رسمی. خب بخونم دامشا. هر منطقه زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص میدهد. بنابراین همه نصف نهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفتن به طور توافقی ساعت یکسانی بود. بله، اون 15 قسمت که کنار همدیگه داخل یک ساعت قرار گرفتن به طور توافقی یه ساعت رسمی براشون تعریف کردن. بالای صفحه بالای صفحه 11 کتابتون کره زمین رو به صورت یک ورقه آورده، از حالت کره‌ای خارجش کرده، به صورت یک ورقه درش آورده کره زمین رو و به 24 قسمت تقسیمش کرده. این ساعت‌های کره زمینه. این پایین هست تا ساعت 20 21 همینطور نوشته تا ساعت 6. اینجا به 24 قسمت کره زمین رو اومده تقسیم کرده. هر 15 قاچ داخل یکی از این ساعت‌ها قرار گرفته. هر 15 قاچ یا قسمت داخل یکی از این ساعت‌ها قرار گرفته. زمین رو به 24 ساعت تقسیم کرده. کل کره زمین 24 ساعت لازم داره که به دور یه دور کامل به دور خودش بچرخه. پس اومده زمین رو به صورت یک ورقه در آورده، هر کل کره رو به 15 قسمت تقسیم کرده، به 24 قسمت تقسیم کرده. عذرخواهی میکنم، به 24 قسمت تقسیم کرده. هر 15 تا قسمت از اون 360 قسمت رو داخل یکی از این ساعت‌ها جا داده. پس 15 قسمت از اون 360 قسمت که کنار همدیگه داخل یک ساعت قرار میگیرن رو براشون یه ساعت یکسان در نظر گرفتن که بهش میگن ساعت رسمی. بالای صفحه 11 کتاب رو بخون. در برخی کشورهای وسیع مانند چین چند ساعت رسمی وجود دارن. بنابراین مردم این کشورها هر دو از شرق به غرب یا برعکس مسافرت کنن، مجبورن ساعت خود رو جلو یا عقب بکشن. نگاه بچه ها، کشور چین رو اینجا ببینین. کشور چین داخل چند ساعت تقسیم شده. هر 15 قسمت داخل یک ساعت جا گرفته و میبینیم که داخل چند ساعت جا گرفته کشور چین. کشور خودمونم ایران در اینجا در نظر بگیرین، اینجا هست نوشته تهرانا. کشور خودمونم داخل دو تا قسمت، داخل دو تا 15 درجه یا داخل دو ساعت جا گرفته، ولی چون دو تا هست زیاد حالا ایرادی نداره. اومدن یه ساعت براش تعریف کردن. ولی کشوری مثل چین که خیلی پهناوره، یا کشوری مثل روسیه که خیلی پهناوره و داخل چند تا از این ساعت ها جا گرفته، اینجا پایین رو میبینین اینا، این قسمت ها، این تقسیم بندی هایی که صورت گرفته پایین ساعته. کشور چین و روسیه چون داخل چند ساعت جای گرفته، داخل چند تا از این تقسیم بندی ها جای گرفتن، پس براشون چند تا ساعت رسمی اومدن تعریف کردن برای کشوری مثل چین و روسیه. کشور خودمون ایران داخل دو تا ساعت جای گرفته، همونطور که میبینید داخل این دو تا از این قسمت ها جای گرفته کشورمون ایران، ولی حالا چون دو تا هست زیاد ایرادی نداره، براش یه ساعت بیشتر نیومدن تعریف بکنن. به این میگم ساعت رسمی که کشورها به صورت توافقی اومدن با همدیگه اینو به وجود آوردن و مبنای کارشون قرار دادن. بخون. فعالیت یک، الف در زندگی روزانه ساعت. یه لحظه وایسا همایون، زیر تصویر گفته هر قاچ 15 درجه است. هر قاچ 15 درجه است و ادامهش و یک نصف نهار مرکزی دارد. پس بچه ها هر قاچی 15 درجه هست. هر یکی از این قاچ ها که یک ساعته 15 درجه، یعنی 15 تا نصف نهار درش قرار گرفته و یک نصف نهار مرکزی هم داره.
15 تا نصف نهار داخل هر قاچ جای گرفته، داخل هر ساعت جای گرفته و 7 تا این طرف 7 تا هم اون طرف، یه نصف نهار هم میفته وسط که بهش میگن نصف نهار مرکزی اون قاچ. خب حالا فعالیت رو بخون. فعالیت یک الف، در زندگی روزانه ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟ بچه ها ساعت واقعی ما برای چه کارهایی ازش استفاده میکنیم؟ این پایین تایپ کنید. ساعت واقعی به درد چیه ما میخوره؟ حالا که ما ساعت رسمی داریم، ساعت واقعی پس برای چیه؟ لطفاً این پایین تایپ کنید اگر جواب سوالی میدونید. برای اوقات شرعی کاملا صحیحه. برای اوقات شرعی امیر محمد نه، مسافرت نیست، سفر نیست، برای اوقات شرعیه. ساعت رسمی برای مسافرته، برای حرکت قطارها، ساعت شروع کلاس ها، ساعت برگزاری فوتبال ها، مسابقات ورزشی و همینطور ساعت شروع به کار ادارات. از ساعت رسمی استفاده میکنیم، از ساعت واقعی برای اوقات شرعی استفاده میکنیم. از اون کیه؟ طلوع آفتاب کیه؟ غروب آفتاب کی هست؟ از اینا برای از این اینا ساعت واقعی هم برای اوقات شرعی ازش استفاده میکنیم که طلوع و غروب آفتاب رو بدونیم. بله، زمان طلوع و غروب آفتاب میشه زمان واقعی. خب بعدش رو بخون. ب، چرا از ساعت رسمی استفاده میکنیم؟ خب بچه ها گفتیم که از ساعت رسمی استفاده میکنیم برای اینکه اگر بخوایم از ساعت واقعی استفاده کنیم، از ساعت رسمی استفاده نکنیم، زندگی به هم میریزه، کل برنامه های یک کشور به هم میریزه. آقا اداره تو این شهر ساعت چند باز میکنه؟ تو اون شهر یه ساعت دیگه باز میکنه. تو مشهد عرض به خدمتون، مردم ساعت 7:30 میرن سر کار، یک ساعت دو ساعت بعدش تو بوشه باید مردم برن سر کار. اصلا کلاس ها، برنامه ریزی کلاس ها، همینطور مسافرت ها، همه اینا به هم میریزه. ساعت حرکت قطار ها و هواپیما ها، همه اینا به هم میریزه. پس به خاطر همین ما مجبوریم از ساعت رسمی استفاده کنیم. خب بخون. دو، با توجه به نقش مناطق زمانی بگویید اگر کسی از پاریس به تهران سفر کند باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ خب بچه ها، تهران شرق تره یا پاریس؟ کدومش شرق تر قرار گرفتن، تهران یا پاریس؟ کدومش قسمت شرقی تر؟ تهران شرق تره، پاریسه. وقتی که تهران شرق تره پاریسه، پس ساعتش جلوتر پاریسه، پس طلوع آفتاب زودتر از پاریس دیده. مردم تهران طلوع آفتاب زودتر از مردم پاریس میبینن. ظهر زودتر تو تهران اتفاق میفته تا تو پاریس. پس ساعت تهران از ساعت پاریس جلوتره، چون تهران شرق پاریس قرار گرفته و مردم اونجا زودتر خورشیدو میبینن، طلوع خورشیدو میبینن، ظهر رو میبینن، غروب خورشیدو میبینن. پس اگر یه نفر از پاریس بخواد بیاد به تهران باید ساعت خودشو ببره جلو، نه عقب. ساعت خودشو باید به جلو ببره، چرا که ساعت تهران جلوتر از ساعت پاریسه، چون تهران شرق در قسمت شرقی تر پاریس قرار گرفته و در نتیجه خیلی از زمانها، خیلی از اتفاقات زودتر از پاریس اتفاق افتاده، مثل طلوع آفتاب، مثل هنگام ظهر، مثل غروب آفتاب. پس زمان تهران زودتر از زمان، جلوتر از زمان پاریسه. بعدشو بخون. سه، با کمک والدین خود برخی از زمانها یا مکانهایی که ویژگی‌های خاص برای آنها در اسلام بیان شده است را نام ببرید. پاسخهای خود را در کلاس و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. خب بچه ها، بعضی از زمانها و مکانها برای ما اهمیت خاصی داره. زمان مثل فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این که ماه مبارک رمضان کی فرا میرسه، مثل طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اینا زمانهایی هستند که اوقات شرعی هستند برای ما و باید اینا رو بدونیم. این زمانهای خاصی هستند. بعضی از مکانها هم مکانهای خاصی هستند، مثل زیارتگاه ها، مسجد ها، اینا هم یه مکانهای خاصی هستند که برای ما مسلمان ها و همینطور ادیان دیگه مثل مسیحی ها هم یه مکانهای خاصی رو دارن، مثل کلیسا ها، از اهمیت خاصی برخورداره. خب آره، عید سال هم میشه زمان خاص، چون باید زمان بندی صورت بگیره که زمان سال تحویل رو بدونیم. عید سال هم درست گفتی. خب صفحه 12 کتاب رو بیار.
حرکت انتقادی رو میخواییم بخونیم، یه روبن بیشتر وقت نداریم. خب بچه ها، دو نوع حرکت داشت کره زمین، حرکت وزنی یا چرخشی که به دور خودش میچرخید، 24 ساعت زمان لازمه تا زمین یه دور کامل به دور خودش بچرخه. از حرکت وزنی یا چرخشی زمین به دور خودش هم شب و روز ایجاد میشد. حالا میخواییم نوع دیگه حرکت کره زمین رو بخونیم که حرکت انتقالی است. حرکت انتقالی یعنی حرکت زمین به دور خورشید که در نتیجه حرکت انتقالی یه اتفاقاتی میفته که میخواییم اونا رو بخونیم. بخون حرکت انتقالی رو. حرکت انتقالی: زمین در همان هنگام که به دور محور خود میچرخد به دور خورشید نیز میگردد. یک دور کامل زمین به گرد خورشید یک سال طول میکشد که به آن حرکت انتقالی میگن. بچه ها، حرکت انتقالی، حرکت زمین به دور خورشید یک سال طول میکشه که بهش میگن حرکت انتقالی. خب بخون. مدار زمین بیضی شکل است و زمین با سرعت میانگین 30 کیلومتر در ثانیه این زمین رو میپیماید. این مسیر رو طی میکنه زمین. بچه ها، مدار حرکت زمین به دور خورشید دایره شکل نیست، بیضی شکله. یه جایی به خورشید نزدیک میشه، یه جایی از خورشید دور میشه. مدار حرکت زمین به دور خورشید بیضی شکله، دایره ای نیست. خورشید تو اون مرکز بیضی قرار نگرفته، یه خورده کنجتر. یه جاهای زمین به خورشید نزدیک میشه، یه جایی از خورشید دور میشه. چرا؟ که مدار حرکت زمین به دور خورشید به صورت بیضی شکله و خورشید هم مرکز اون بیضی قرار نگرفته. خب ادامش. مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید 365 روز و 6 ساعت است، اما در تقویم ها سال را 365 روز در نظر می گیرند. خب سال 365 روزه سال رسمی است که 6 ساعت از سال خورشیدی کوتاه‌تر است. برای جبران کسر این 6 ساعت در هر 4 سال یک روز به سال رسمی اضافه می شود. 4 ضرب 6 24 ساعت. 24 ساعت میشه یه شبانه روز. خب بخون. سال 366 روزه را سال کبیسه می نامند. بچه ها، زمین 365 روز و 6 ساعت زمان لازم داره که تا یه دور کامل به دور خورشید بچرخه، بهش میگن یک سال. این 365 روز و 6 ساعت میشه یک سال خورشیدی. ولی تو تقویم ها اومدن 365 روز فقط در نظر گرفتن، یک سال رسمی رو 365 روز در نظر گرفتن. حالا اون 6 ساعت تکلیفش چه میشه؟ هر 4 سال یک بار اومدن یک روز به 365 روز میان اضافه میکنن. 6 ساعت بود دیگه، 365 روز و 6 ساعت. تکلیف این 6 ساعت اضافی چی میشه؟ هر 4 سال میان 4 6 تا 24 تا. 24 ساعت میشه یک شبانه روز. هر 4 سال یک شبانه روز میان به 365 اضافه میکنن که سال میشه 366 روز. به اون 366 روزه میشن میگن سال کبیسه. سال 366 روزه رو میگن سال کبیسه، سال 365 روزه رو میگن سال رسمی. پس یک سال برای ما 365 روزه، 365 روز سال رسمی ها، ولی در واقع 365 روز و 6 ساعته. این 6 ساعت رو میان هر 4 سال یک بار یک روز به 365 روزه اضافه میکنن که میشه 366 روز و بهش میگن سال کبیسه. بچه ها، اگر این 6 روز، این 6 ساعت رو اصلا بیخیال بشن، اگر این 6 ساعت رو بیخیال بشن، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ کسی میتونه بگه؟ بهش فکر کنین. اگر این 6 ساعت رو بیخیال بشن، بگن آقا بی خیال این 6 ساعت مهم نیست، سال 365 روز در نظر میگیریم برای همیشه، سال کبیسه هم نمیخوایم داشته باشیم، هر 4 سال یک بار یک روز هم به 365 روز اضافه نکنیم، بی خیالش، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ معدی پیراست تا حدی داری درست میگی، یک روز کمتر میشه. خب
این یک روزی که کمتر میشه بعد از یک مدت چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ بعد از یک مدت سال نو ما، سال جدید ما میاد تو زمستون، همینطور برای خودش میچرخه میاد عقب‌تر. پس باید این 6 ساعت رو هر 4 سال یک بار در نظر بگیریم تا عید نوروز ما اول بهار بیفته. اگر در نظرش نگیریم همینطور هر سال 6 ساعت میاییم عقب، میاییم عقب، میاییم عقب تا میرسیم به زمستون. سال جدید ما میره تو زمستون، بعدش میره تو پاییز، بعدش میره تو تابستون، همینطور که سال به سال میگذره. هر سال 6 ساعت میاییم عقب، این 6 ساعتی که میاییم عقب دیگه بهار ما، سال نو ما تو بهار نیست، میره تو زمستون، میره تو پاییز، همچین اتفاقی میفته. خلاصه خب مایل بودن محور خطبه رو بخون. به تصویر روبرو توجه کنید، همونطور که میبینید محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین مایل است. به دلیل همین تمایل زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر میکنند و در طی یک سال زمین در موقعیت های مختلفی در برابر خورشید قرار میگیرد. درازی شب و روز نامساوی میشود و فصل های مختلف به وجود میآید. خب بچه ها وایسا همینجا همایون. بچه ها محور قطب ها بر مدار گردش زمین مایله. یعنی چی؟ تصویری هست اینجا صفحه 12، این تصویره رو تو کتاب دقت بکنید. زمین به صورت مایل قرار گرفته، صاف نیست، مایله. مدار محور قطب ها بر مدار گردش زمین یه خورده مایله، یه اختلاف درجه تقریبا 24 درجه ای رو داره. مدار محور قطب ها بر مدار گردش زمین مایله و اختلاف تقریبا 24 درجه ای رو داره. یعنی زمین به صورت مایل قرار گرفته، زمین صاف قرار نگرفته. اون قطب شمال و قطب جنوب به صورت صاف اینطوری قرار نگرفتن. اگر یه کره جغرافیا رو تو خونه داشته باشین بچه ها، اینو نگاه کنید، اگر اینو با دقت نگاه کنید میبینین که زمین به صورت مایل قرار گرفته، صاف قرار نگرفته، یه خورده کج هست زمین. خب کاملا صحیحه، شکل قرار گرفتن زمین تو فضا تو مدار به این شکله که یه خورده کج هست. این کج قرار گرفتن کره زمین باعث میشه که چی؟ زاویه تابش آفتاب تو طول سال تغییر بکنه. همین کج قرار گرفتن کره زمین، همین مایل بودن محور قطب‌ها بر مدار گردش زمین باعث میشه که بر مدار گردش انتقالی زمین، همین باعث میشه که زاویه تابش آفتاب تو طول سال تغییر بکنه و تو طول سال زمین تو موقعیت‌های مختلفی نسبت به خورشید قرار میگیره و همین باعث میشه که شب و روز درازاش فرق بکنه. تو پاییز شب طولانی تر میشه، اول زمستون که فرا میرسه یعنی اول دهما طول شب خیلی زیاد میشه، طول روز کوتاه‌تر میشه و تو تابستون یعنی اول تیر ماه طول روز خیلی طولانی است، طول شب به جاش کوتاه‌تره. دلیلش هم همین مایل بودن محور قطب‌ها بر مدار گردش انتقالی زمینه. یه اختلاف تقریبا اینجا هست، یه اختلاف 24 درجه‌ای تقریبا داره مدار محور قطب‌ها بر مدار گردش انتقالی زمین مایله و یه اختلاف تقریبا 24 درجه‌ای رو داره که در نتیجه زاویه تابش آفتاب طول سال تغییر میکنه و درازای شب و روز هم با هم دیگه نامساوی میشه و همین باعث میشه که فصلهای مختلف مثل بهار، تابستان، زمستان و پاییز به وجود میاد. ادامهش رو بخون. اکنون بیایید موقعیت زمین را با توجه به زاویه تابش در اول تابستان و اول زمستان بررسی کنیم. میخوایم بخونیم که اول تابستون یعنی یک تیر ماه و اول زمستون یعنی یک دی ماه زاویه تابش آفتاب به چه شکله. پیدایش فصول رو میخوایم بخونیم. بخون. پیدایش فصول. به تصویر یک در صفحه روبرو توجه کنید. در اول تیر ماه خورشید در نیمکره شمالی، یعنی اینجا بچه ها به این تصویر دقت بکنید، میخواییم راجع به این تصویر رو بخونیم. بخون. به مدار رسول سلطان به طور عمودی میتابد،
در اول تیر ما در نیم کره شمالی منطقه وسیع‌تری از کره زمین در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد. در نتیجه طول روزها از شب‌ها بیشتر می‌شود. در این هنگام که طولانی ترین روز در این نیم کره است و به آن انقلاب تابستانی می‌گویند، فصل تابستان آغاز می‌شود. در همین زمان نیم کره جنوبی چه وضعی دارد؟ نیم کره جنوبی فصل زمستانه. وقتی که نیم کره شمالی اول تابستونشه، نیم کره جنوبی اول زمستونشه. دقیقاً با هم دیگه بچه‌ها برعکسن. تصویر یک رو نگاه کنید. می‌بینید که مدار محور قطب‌ها بر مدار گردش انتقالی زمین یه خورده مایل و زمین به این شکل قرار گرفته و باعث میشه که آفتاب بیشتری به کره شمالی بتابه. به قسمت کره شمالی، به اون نیم کره شمالی اسخایی میکنم، به قسمت نیم کره شمالی آفتاب بیشتری بتابه. خورشید به مدار رأس السرطان تقریبا به صورت عمود میتابه و همین باعث میشه که در نیم کره شمالی انقلاب تابستانی رخ بده و فصل تابستون به وجود بیاد. و همونطور هم که میبینید در نیم کره جنوبی آفتاب کمتری رو میگیره، چون زمین به این شکل قرار گرفته، یه خورده مایل کج قرار گرفته روبروی خورشید، آفتاب کمتری به نیم کره جنوبی میتابه همونطور که تو تصویر میبینید و باعث میشه که در نیم کره جنوبی انقلاب زمستانی رو داشته باشیم. وقتی که در نیم کره شمالی اول تابستون ما هست، در نیم کره جنوبی اول زمستون اونا هست. دقیقاً با هم دیگه برعکس. دلیلش هم مایل بودن مدار محور قطب‌ها بر مدار گردش انتقالی زمینه. همونطور که می‌بینید زمین به صورت کج قرار گرفته. خب ادامهش رو بخون. صفحه 12 به تصویر 2 توجه کنید. به تصویر 2 توجه کنید. در اول دی ماه خورشید به مدار رأس جدی در نیم کره جنوبی عمودی میتابد. در اول دی ماه در نیم کره شمالی بخش کم وسعت‌تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت می‌کند و روزها کوتاه‌تر از شب‌هاست. در نتیجه در نیم کره حضور غیاب بچه‌ها می‌کنم. حاضر باشین حضور غیاب می‌کنم. بخون. اول دی ماه کوتاه‌ترین روز سال است که به آن انقلاب زمستانی می‌گویند. در این روز فصل زمستان آغاز می‌شود، در حالی که در همین زمان در نیم کره جنوبی فصل تابستان آغاز شده است. بچه‌ها به تصویر شماره 2 توجه کنید. اینجا خورشید بیشتر نیم کره جنوبی رو داره بهش میتابه یا نیم کره شمالی رو؟ همونطور که تو تصویر می‌بینید بیشتر نیم کره جنوبی روشن شده. پس در نیم کره جنوبی میشه تابستون، اول تابستونشونه، بهش میگن انقلاب تابستانی. همزمان که اینجا تابستونشون تو نیم کره جنوبی فرا میرسه، خورشید بخش کم وسعت‌تری از نیم کره شمالی روشن میکنه. یعنی همین الان ما تقریبا داریم وارد اون قسمت میشیم، وارد اول زمستونمون دیگه میخوایم بشیم. حدود 2 ماه دیگه اول زمستون ماست. خورشید تو نیم کره شمالی بخش کم وسعت‌تری رو بهش نور میتابه، روشن میکنه، داغش میکنه. پس اینجا تقریبا هوا میره رو به سردی و زمستان اینجا شروع میشه که بهش میگن انقلاب زمستانی. پس وقتی که تو نیم کره جنوبی تابستونشون شروع میشه، تو نیم کره شمالی زمستونشون شروع میشه. دقیقاً با هم دیگه برعکسه. دلیلش هم همینه که زمین کج قرار میگیره. وقتی که زمین کج قرار میگیره باعث میشه که یا نیم کره جنوبی یا نیم کره شمالی آفتابو بیشتر بگیره، یکی دیگرش آفتابو کمتر بگیره. خب ادامهش رو بخون. صفحه 12. پس از طولانی ترین و کوتاه ترین روز سال، به تدریج با گردش زمین به دور خورشید، وسعت دایره روشنایی در دو نیم کره شمالی و جنوبی کم و زیاد می شود. در نتیجه طول روز و شب هر روز به نسبت به روز قبل تغییر می کند، تا سرانجام در دو موقع از سال، یعنی اول بهار و اول پاییز، طول روز و شب برابر می شود. به این دو زمان اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی میگویم. بچه‌ها الان اول مهر ماه هستیم. امروز 24 مهر ماه است. تقریبا 24 روز پیش طول روز با طول شب برابر بود. اول تابستونمون، یعنی یک تیر ماه،
طول روز از طول شب بیشتر بود، خیلی هم بیشتر بود طول روز از طول شب. کم کم زمین همینطور که داشت حرکت انتقالیش رو تکمیل میکرد، رسیدیم به اول پاییز، یعنی اول مهر ماه، و این باعث شد که طول روز و طول شب با هم برابر بشه، با هم دیگه در تعادل باشن. به این میگن اعتدالین، اعتدالین بهاری و پاییزی، یعنی طول روز با طول شب تقریبا برابر میشه. حالا که اعتدالین پاییزی رو رد کردیم، داریم وارد تقریبا میریم به سمت انقلاب زمستانی. انقلاب زمستانی یعنی طول شب از طول روز خیلی بیشتر میشه، یعنی یک دیما. پس الان حدودا داخل اعتدال پاییزی هستیم، بعد از اونم یعنی اول فروردین ما میرسیم به اعتدال بهاری. خب صفحه 13 فعالیت رو بخون سریع و کلاس انشالله تموم. موقعیت سه شهر گرانادا، لیبورویل و کیپ تاون را با توجه به دوره روشنایی در اول تیما و اول ده ما توضیح دهید. خب این سه تا شهر رو بچه ها لطفاً، شهر گرانادا، لیبورویل و کیپ تاون رو رو نقشه پیدا بکنید و ببینین که کدومش نیمکره شمالیه، کدومش نیمکره جنوبیه و اول تیر ماه هر کدومش داخل نیمکره شمالیه، اول تیر ماه میشه انقلاب تابستانیش، برعکسش نیمکره جنوبیه میشه انقلاب زمستانی، و همینطور اول دیما، اول دیما برای نیمکره شمالی میشه انقلاب زمستانی، برای نیمکره جنوبی میشه انقلاب تابستانی. این دقیقا با هم دیگه، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی با هم دیگه برعکس هستن. خب به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر یک توجه کنید. چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال طول یک روز 24 ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب طول یک شب 24 ساعت است. بچه ها سوال 5 گفته به تصویر یک نگاه کنید. طول روز تو انقلاب تقریب، طول روز اینجا تو اول تیر ماه تو قطب شمال کلن 24 ساعت، طول شب تو قطب جنوب و بازم 24 ساعته. دلیلشو میتونین بگین؟ چون زمین به این شکل قرار گرفته، کج قرار گرفته، اینجا قطب شمال همیشه روزه، طول روز 24 ساعته، همیشه قطب شمال تو انقلاب تابستانی میشه 24 ساعت، اول تیر ماه تو قطب شمال طول روز میشه 24 ساعت. هر چقدر میریم به جلوتر این طول روزی کمتر میشه، و در عوضش اینجا طول روز تو قطب جنوب صفره، به جاش طول شب 24 ساعته. چون کلن زمین اینطور به شکل کج قرار گرفته، همیشه اینجا اصلا قطب جنوب نور رو نمیبینه، خورشید نور خورشید رو نمیبینه و همیشه شب، البته اول تیر ماه رو داریم میگیم. برعکسش در اول دیما قطب شمال میشه شب، قطب جنوب میشه روز. این دقیقا با هم دیگه برعکس میشه. خب 6 رو بخون. به مدار قطبی شمال جنوب در تصویر یک توجه کنید. چرا در اول تیم ما در ناحیه مدار قطبی شمال، نه اینو خوندم، بعدی رو بخون، اینو جواب دادم، بعدی رو بخون. از مساوی بودن همیشه یه طول روز و شب در منطقه استوا به چه نتیجه‌ای درباره فصول این منطقه میرسید؟ تغییر فصول احساس نمیشه، همیشه اونجا هوا معتدله، اطراف استوا همیشه اونجا یه آب و هوای خاص رو داره، نه بهار رو احساس میکنن، نه زمستون رو احساس میکنن، نه تابستون، نه پاییز، همیشه اونجا یه آب و هوای خاص رو داره، مثل جنگل های آمازون هیچ وقت اونجا برف نمیباره، همیشه یه آب و هوای خاص رو داره و تغییر فصول رو اونجا احساس نمیکنن. بچه ها حضور غیاب انجام دادن، همینطور که داشتین به درس گوش میدادین اسامیتون رو نگاه میکردم و تیک میزدم و دستون درد نکنه، سر کلاس حاضر بودید، خیلی ممنون. نو متشکر. سوالات درس 1 و 2 رو تو گروه واتساپ میفرستم خدمتون. اگر کسی سوالی داره هستم، سوالتون رو میتونین بپرسین. اگر کسی سوالی داره، اگر کسی سوالی نداره میتونه کلاس رو ترک بکنه. بچه ها حاضریتون رو زدم، نمیخواد تایپ بکنین، مرتب دارین تایپ میکنین، حاضریتون رو زدم، اونایی که حاضر بودن سر کلاس
زدم حاضریشون رو چک کردم، حاضریشون رو زدم. خب اگر سوالی ندارین از حضورتون مرخص میشیم. خب ممنونم از شما، کلاس تمومه، خداحافظ شما.